سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز قصد داره بپردازه به بررسی یکی از غذاهایی که ما در طول سال خیلی ازش استفاده میکنیم. این غذایی که ما در این مقاله قصد داریم بیایم انواع مختلفی از کیفیت‌هایی که از این محصول در فروشگاه‌ها وجود داره رو بررسی کنیم، همون تخم مرغ‌هایی هستن که ما در طول هفته از اونها خیلی استفاده می‌کنیم واسه تأمین پروتئینی که در درونشون وجود داره. و اما دوستان، قبل از این که بپردازیم به متن مقاله، ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما مقاله در ابتدا به این نکته اشاره میکنه که در ایالات متحده مصرف تخم مرغ طبق آمارها در حال افزایش هست و از طرف دیگه تخمین زده میشه که یک نفر در سال در آمریکا حدود 300 تخم مرغ رو استفاده میکنه. خب فهمیدن دلیل این آمار و ارقام یک جورایی کار آسونه هست، چرا که تخم مرغ ها یکی از در دسترس ترین منابع غذایی و پروتئینی هستند که ما به اونها نیاز شدید داریم، مخصوصا واسه عضلاتی که در بدن ما وجود داره. نوع پروتئینی که در تخم مرغ ها وجود داره با بازدهی خیلی خوبی در بدن ما جذب میشه و همین هم یکی از دلایلی هست که ما از اونها به عنوان منابع پروتئینی استفاده میکنیم. اما با وجود تمام این آمار و ارقامی که ما در اینجا ذکر کردیم، باز مشاهده میکنیم که در فروشگاه ها انواع مختلفی از تخم مرغ ها وجود داره که در قیمت های متفاوتی هم هستن. ما در این مقاله میخوایم اون برچسب ها یا عنوان هایی که بر روی جعبه تخم مرغ ها وجود داره رو یک جورایی تعریف کنیم که ببینیم که آیا ارزش خرج کردن پول اضافه رو دارن یا اینکه نه. خب اولین بخش مقاله میپردازه به انواع مختلفی از تخم مرغ ها، از تخم مرغ های معمولی بگیر تا تخم مرغ های درجه A تا تخم مرغ های بدون قفس. معمولا ارزان ترین تخم مرغ هایی که در فروشگاه ها وجود داره اون تخم مرغ هایی هستند که مرغ های اونا در اسارت پرورش پیدا کردن. و اما در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنیم که زمانی که از پرورش مرغ ها در اسارت صحبت می کنیم، منظور ما پرورش 200,000 مرغ به عنوان مثال در یک انبار هست که دسترسی به نور خورشید نداره و از طرف دیگه اونها در فضای بسیار کمی جمع شدن. خب یکی از چیزهایی که در این نوع از مرغ‌ها به وجود میاد اون استرس زیادی هست که اونها دچارش میشن. از طرف دیگه کشاورزها و پرورش دهنده ها معمولاً منقار مرغ‌ها رو یک جورایی میتراشن که از کشیدن پرهای خودشون و کندن اونها جلوگیری کنن. زندگی این دسته از مرغ‌ها یک جورایی کوتاه هم هست. اساساً اونها پرورش داده شدن که با سرعت غیر طبیعی تخم مرغ رو تولید کنن. پس یک جورای تحت فشار بیشتری قرار میگیرن که بتونن تخم مرغ‌های بیشتری رو هم تولید کنن و به محض اینکه آمار این مرغ‌ها کاهش پیدا میکنه، اونها منتقل میشن به کشتارگاه‌هایی که بتونن از گوشتشون استفاده کنن، که معمولاً گوشت این نوع از مرغ‌ها هم واسه سوپ‌ها یا غذای سگ‌ها استفاده میشه. و اما بیایم بپردازیم به شرایط زندگی مرغ‌ها بر اساس گریدی که بر روی جعبه‌های تخم مرغ‌ها زده شده. اما در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنیم که زمانی که بر روی بسته‌ها به عنوان مثال درجه A زده شده باشه، این اصطلاح یک جورایی داره اشاره میکنه به ویژگی‌های فیزیکی تخم مرغ، به عنوان مثال سفتی سفیده‌ها. اما اگر فقط همین گرید یا درجه A بر روی بسته‌ها زده شده باشه، به این معنی هست که جوجه‌ها به احتمال زیاد در قفس‌های کوچکی که متناسب هست با استانداردهای سنتی یک جورایی نگهداری شدن. البته تعداد این نوع از پرورش دهنده ها روز به روز در حال کاهش است، اما طبق آمار هنوز 66% از پرورش دهنده ها از همین نوع از پرورش مرغ ها استفاده می کنند. و اما نوع بعدی درجه بندی هم درجه بدون قفس هست که همون تعداد مرغ ها در همون فضا زندگی می کنند و فقط تفاوت اونها با نمونه قبلی این هست که قفس ها یک جورایی حذف شدند. و اما در ادامه مقاله اشاره می کنه به این نکته که مرغ ها گیاهخوار نیستند، اما در بین ما انسان ها عموماً این تصور وجود داره که مرغ ها یک جورای گیاهخوار هستند و بر اساس این شیوه پرورش هم ما عموماً داریم مرغ ها رو به سمت گیاهخواری صرف یک جورایی سوق میدیم، چرا که مرغ ها عموماً در محیط های صنعتی فقط از دانه ها به عنوان بخشی از رژیم غذایی خودشون استفاده میکنن
پس یک جورای مرغ‌ها در اسارت از اون رژیم غذایی که در ذاتشون وجود داره به شدت فاصله گرفتن. از طرف دیگه مرغ‌هایی که در طبیعت زندگی می‌کنن در محیط‌های بازتر یک جورای رژیم غذایی کامل‌تری دارن. از طرف دیگه این باعث میشه که تخم مرغ‌هایی هم که تولید می‌کنن ویتامین‌های بیشتری داشته باشه. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به این نکته که اگر به دنبال تخم مرغ‌های با کیفیت بالا هستید، باید به دنبال مرغ‌هایی بگردید که در محیط باز و در محیط طبیعی زندگی می‌کردن و یک جورایی از اون استرس‌هایی که در محیط‌های صنعتی بهشون وارد می‌شده به دور بودن. خب این شرایط باعث میشه که اون مرغ‌ها بتونن از رژیم غذایی کاملی برخوردار باشن و در انتها هم بتونن تخم مرغ‌های با کیفیت بالاتری تولید کنن. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به این نکته که یکی از معایب این سیستم پرورش مرغ‌ها این هست که محصول نهایی به شدت گران است، چرا که هزینه و زمان خیلی زیادی واسه پرورش این نوع از مرغ‌ها خرج شده. اما از طرف دیگه خوبی این نوع از تخم مرغ‌ها این هست که سطوح بالایی از آنتی اکسیدان‌ها و اسیدهای چرب رو تونستن در خودشون جمع کنن. و اما در ادامه مقاله می‌پردازه به تعریف برچسب ارگانیکی که بر روی بسته‌بندی برخی از تخم مرغ‌ها وجود داره. خب این برچسب به این معنی هست که غذای مرغ‌ها بدون آفتکش‌های مصنوعی و کودهای مصنوعی پرورش پیدا کرده. از طرف دیگه اون محدودیت‌های دارویی در پرورش مرغ‌ها هم یک جورایی رعایت شده. اما این به این معنا نیست که اون مرغ‌ها در فضای کاملاً باز در حال زندگی کردن بودن که بتونن تخم مرغ‌های با کیفیت‌تری رو یک جورایی تولید کنن. پس اون تصوری که در بین مصرف کننده ها وجود داره که زمانی که این برچسب ارگانیک بر روی بسته های تخم مرغ ها قرار میگیره به این معنی هست که اون مرغ ها در محیط های کاملا طبیعی زندگی میکردن یک تصور کاملا اشتباه است. و اما در انتها مقاله اشاره میکنه به این نکته که یکی از عوامل یا نشانه هایی که معمولا مصرف کننده ها در نظر میگیرن واسه اینکه کیفیت تخم مرغ ها رو بسنجن رنگ زردی تخم مرغ ها هست. اما در اینجا ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که برخی از کشاورزها از یک سری از ادویه ها استفاده میکنن که بتونن تخم مرغ ها با زرده های زردتری رو تولید کنن. پس یک جورای رنگ زرد تخم مرغ ها نشان دهنده کیفیت اونها نیست و ما باید واسه تعیین کیفیت تخم مرغ ها به طعم اونها توجه کنیم. معمولا تخم مرغ هایی که کیفیت بالایی دارن طعم گوشتی بیشتری رو هم به شما القا میکنن. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. و اما در انتها باز ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.